واکنش دولت ترکیه به کابینه موقت فعلی کابل. دولت ترکیه میگوید که حکومت ایجاد شده به خصوص کابینه اعلام شده به اندازه کافی فراگیر نمی باشد. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. امروز 14 سپتامبر سال 2021 میلادی و برابر با 23 سنبله سال 1400 هجری شمسی است. توجه رو جلب میکنم به واکنش تازه دولت ترکیه پیرامون حکومت فعلی و البته حکومت موقت گروه مسلط بر افغانستان که از دید خیلی ها فراگیر نمی باشد. اما ترکیه میگوید که این کابینه به اندازه کافی فراگیر و ملی نمی باشد. در ادامه جزئیات بیشتر با شما شریک خواهیم کرد. امیدوارم تا پایان همراه بوده و اگر صفحه فیسبوک بیننده هستین و اشتراک ببینید. ترکیه به این نظر است که دولت موقت کابل به اندازه کافی فراگیر نمی باشد. دولت ترکیه اعلام کرده است که ترکیب دولت موقت افغانستان را که توسط نمایندگان جنبش رادیکال گروه تا اعلام شده بود به اندازه کافی همه شمول نمی داند. این موضوع را روز دوشنبه یعنی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در انقره توسط دبیر مطبوعاتی حزب حاکم عدالت و توسعه شاهد بودیم که اعلام شد که البته ریاست این نشست مطبوعاتی نیست و دوش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود و تاکید کرد که ترکیه سفارت خود را در کابل تعطیل نکرده است و فعالیت خود همچنان مثل گذشته ادامه می دهد و همچنان اضافه کرده است که ما وضعیت افغانستان را به ویژه رعایت حقوق بشر و حقوق زنان از نزدیک زیر نظر داریم. دولت موقت به اندازه کافی فراگیر نمی باشد. قابل ذکر است که ترکیه جزء کشورهایی می باشد که به این باور هست و به صورت گسترده هم تبلیغ می کند که گروهی که تازه بر افغانستان مسلط شدن آن گروه دهه 70 نمی باشد، بلکه تغییرات گسترده در آن نیز به وجود آمده است. حتی ترکیه مایل هست تا در آینده نقش کلیدی در افغانستان بازی کرده و احتمالاً مشترکاً با قطر کنترل میدان هوای کابل را به عهده خواهند گرفت. بسیاری از رسانه‌های دولت ترکیه به صورت گسترده از وضعیت افغانستان گزارش تهیه می‌کنند و وضعیت کلی را نرمال گزارش می‌کنند. تصور می‌شد کشورهای منطقه به ویژه ترکیه که روابط گسترده تاریخی و تجارتی و فرهنگی با افغانستان دارد در زمینه بیشتر محتاط باشد تا زمینه یک حکومت فراگیر در افغانستان فراهم شود. اما رسانه‌های ترکیه وضعیت افغانستان را نرمال نشان می‌دهد و افکار عامه نیز در ترکیه به نحوی از وضعیت پیش آمده در افغانستان خوشحال هستند. هرچند که ترک‌ها اعلام کرده است که نگران وضعیت حقوق بشر و عدم سهمدهی به زنان در حکومت است، اما تا به حال واکنش جدی پیرامون این موضوع نشان نداده است.